تهدید موشکی رئیس سازمان فضایی روسیه پس از جلوگیری از پرواز لاوروف. بعد از آنکه سه کشور بلغارستان، مقدونیه و مونتنگرو اجازه استفاده هواپیمای حامل وزیر خارجه روسیه از حریم هوایی این کشور را ندادند، رئیس سازمان فضایی روسیه تهدیدهایی درباره پرتاب موشک ابرفراسوت سارمات 2 ملقب به شیطان علیه این کشورهای عضو ناتو صادر کرد. دیمیتری روگوزین رئیس آژانس فضایی روسیه گفت در حالی که بلغارستان، رومانی و مونتنگرو می توانند هواپیمای لاوروف را متوقف کنند، قادر نخواهند بود موشک 28 تنی با سرعت 15880 مایل در ساعت سارمات را متوقف کنند. او در توییتی نوشت: آیا می دانید چه چیزی در مورد سارمات خوب است؟ از سرسوهای بلغاری، رومانیایی های کینتوز و مونتنگرویی که به تاریخ مشترک ما خیانت کردند، مجوز پرواز نمی خواهد. رئیس آژانس فضایی روسیه در ادامه سوئد را نیز تهدید مشابهی کرد. گفته می شود که سارمات، موشک بالستیک قاره‌پیمای جهان می تواند به هدفی در فاصله 11200 مایلی اصابت کند. به این معنی که می تواند به راحتی از روسیه به اهدافی در آمریکا و اروپا حمله کند. کارشناسان نظامی غربی گفتند که سارمات قادر است 10 کلهک اتمی یا بیشتر را حمل کند که به عبارت دیگر سرزمین‌های به اندازه انگلیس یا فرانسه را در یک حمله از بین می‌برد. در روزهای گذشته نیز یک مقام پارلمانی روسیه در یک گفتگوی تلویزیونی به صراحت گفت که روسیه می‌تواند شرق و غرب آمریکا را با چند موشک به کلی نابود کند. الکسی ژوربالوف از قانونگذاران پارلمان روسیه در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت که روسیه می‌تواند شرق و غرب آمریکا را با 4 موشک اتمی از روی نقشه محو کند. ژوربالوف گفت که در صورت استفاده روسیه از موشک‌های اتمی جدید سارمات 2، چیزی از سواحل آمریکا باقی نمی‌ماند و انفجار ابر قارچی شکل ناشی از انفجار اتمی از کشور مکزیک قابل رؤیت خواهد بود. وی در بخشی از این برنامه تلویزیونی خطاب به مجری برنامه گفت: به شما خواهم گفت که برای از بین بردن کل ساحل شرقی آمریکا فقط 2 موشک سارمات و 2 موشک برای ساحل غربی لازم است. اخراج وزیر دفاع سوئد، شرط تازه اردوغان برای حمایت از عضویت در ناتو. رسانه‌ها دوشنبه گزارش کردند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ماگدالنا اندرسون نخست وزیر سوئد خواسته تا وزیر دفاع خود را به عنوان شرط موافقت آنکارا با درخواست سوئد برای عضویت در ناتو اخراج کند. وبگاه احوال به نقل از رسانه‌های سوئدی نوشت که دلیل مطرح شدن این خواسته از اردوغان حضور پیتر هالت کویست، وزیر دفاع سوئد در سال 2011 در یکی از جشن‌های گروه تروریستی پی‌کی‌کی در شهر بورلانگ در سوئد در سال 2011 بوده است. حضور پیتر هولت کویس، وزیر دفاع سوئد، در یکی از جشن‌های گروه تروریستی پی‌کی‌کی در شهر بورلانگ در سوئد در سال 2011 بوده است. گفته می‌شود که یکی از کارمندان وزیر دفاع سوئد نیز در سپتامبر 2012 هنگام رقصیدن با شبه نظامیان کرد در یکی از اردوگاه‌های آموزشی در عراق مشاهده شده است. هولت کویس در آن برهه در آن زمان عضو پارلمان سوئد و رئیس کمیته دفاع بود. وزیر دفاع سوئد در دفاع از خود اظهار داشته که وی صرفاً حامی صلح بوده و از گروه‌های تروریستی حمایت نمی‌کند و از آنها فاصله می‌گیرد. اردوغان گفته که ترکیه با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو مخالفت خواهد کرد تا زمانی که آنها از تروریست‌هایی که با داعش متحد شده است حمایت می‌کنند. اردوغان به ویژه سوئد را به پناه دادن به تروریست‌ها متهم می‌کند. این گزارش حاکی است مقامات ارشد هر دو کشور هفته گذشته از ترکیه بازدید کردند تا در مورد عضویت احتمالی آنها در ناتو گفتگو کنند، اما مذاکرات پیشرفت چندانی در غلبه بر مخالفت‌های آنکارا نداشت. در رویدادی مرتبط با این قضیه، ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز جمعه گذشته از تماس تلفنی خود با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خبر داد. وی در توییتی نوشت: تماس تلفنی سازنده‌ای با رئیس جمهور اردوغان داشتم. ترکیه متحدی ارزشمند بوده و ما تلاش‌های آنها برای میانجیگری توافقی درباره امنیت غذایی را ستایش می‌کنیم. استولتنبرگ در ادامه نوشت: ما به موضوع پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو پرداختیم و مذاکرات را ادامه خواهیم داد. سوئد و فنلاند اخیراً و علی‌رغم هشدار روسیه درخواست خود برای پیوستن به پیمان نظامی ناتو را ارسال کردند. فنلاند به عنوان یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی بالغ بر 1000 کیلومتر مرز با روسیه دارد و اولین کشور دارای مرز مشترک با روسیه است که به ناتو ملحق می‌شود. در این میان ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو اعلام کرده به دلیل حمایت این دو کشور از گروه‌های تروریستی نظیر پی‌کی‌کی با عضویت آنها در ناتو مخالفت خواهد کرد. گفته می‌شود آنکارا خواستار تضمین‌های ملموس از سوی استکهلم شده که تمامی روابط خود با گروه‌های نظیر پی‌کی‌کی که از سوی ترکیه، اتحادیه اروپا و آمریکا تروریستی معرفی شده‌اند را قطع کند.
ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.